در حالی که تهاجم زمینی اسرائیل بر غزه ادامه داشت، جان کری وزیر خارجه ایالات متحده در شام روز یکشنبه با پیام برای حماس در شبکه‌های عمده تلویزیونی ایالات متحده ظاهر شد. آنچه آنها باید انجام دهند این است که پرتاب راکت بر اسرائیل را متوقف سازند و آتش بس را بپذیرند. حماس نیاز دارد تا شامل این راه حل و بخشی از آن گردد. در حالی که اتهامات در میان مقامات حماس و اسرائیل جریان دارد، کری تعهد طویل المدت آمریکا را با تامین صلح در شرق میانه تکرار کرد، ولی اضافه نمود که عملکرد حماس غیر قابل قبول است. حماس باید درک کند که نمی شود حین هدف قرار دادن مردم با راکت و اسارت مردم و حفر تونل ها برای انجام حملات ادعای راستکاری یا حق به جانب بودن را نیز نمود. این کار باید توقف یابد. رابرت ترنر، یک مقام ملل متحد در غزه، خواهان ختم تمام خونریزی ها شده است. ما از تمام جوانب می خواهیم تا از قوانین بین المللی حقوق بشر پیروی کنند، با خصوص مد نظر گرفتن تدابیری که مانع وقوع تلفات ملکی می گردد. خشونت باید خاتمه یابد و ما نیاز به راه حل مشکلات کنونی در غزه را داریم. وضعیت در غزه تنها موضوعی نیست که محور توجه جهانیان واقع شده است. آقای کری در سخنانش بر آنچه موضوع ایالات متحده در قبال سقوط یک تیاره مسافربری ملکی در شرق اوکراین است نیز معلومات داد. ما خود چگونگی شلیک این راکت زمین به هوا و محو شدن تیاره از صفحه رادار در آن زمان را تحقیق میکنیم. تا حد میدانیم که جدایی طلبان متعاقب آن در صفحات رسانه های اجتماعی در مورد این سقوط سریعا به گزافه‌گویی آغاز کردند. کری به انتقاد از جدایی طلبان در نظارت بر منطقه‌ای که بقایای تیاره در آن واقع شده است، در حالی که انتظار مواصلت محققین بین‌المللی می‌رود، پرداخت و بیان داشت که روسیه یکی از حامیان عمده جدایی طلبان عهده‌دار بخش زیادی از مسئولیت این تراژدی است. واقعیت‌های زیاد وجود دارد که به سمت حمایت روسیه در این کوشش و حمایت از آن اشاره می‌کند. برخی از رهبران جدایی طلب روس هستند و روسیه آنها را مسلح ساخته است و از جدایی طلبان حمایت میکند و آنها را آموزش میدهند. این در حالی است که رئیس جمهور بارک اوباما تعزیرات بر روسیه را یک روز قبل از وقوع این واقعه تشدید بخشیده بود و حال آقای کری ابراز امیدواری کرده است که ایالات متحده و متحدین اروپاییان موضع متحد را در قبال این واقعه اتخاذ کنند.